سنا میدانید بعد نفر سناتور هستن که در واقع قوه مقننه این مملکت هستن، قانون گذاران هستن سناتورها، متناسب با نیاز جامعه قانون وضع شود. شما مرتب در اخبار دیدید که آقای پرزیدنت نشسته چیزی رو امضا میکنه، اینها قوانینی است که سناتورها پیشنهاد میکنن، بعد بحث و بررسی گذاشته میشه، مشاجره ها میشود، جوانبش سنجیده میشه و بعد که قانون شد برای اجرا پیش پرزیدنت. این طبیعت دموکراسی و جامعه مدرن این هست. آقا داری چی کار میکنی؟ حکم خدا رو اجرا میکنم. قانون جا کجا بوده؟ 1500 سال پیش جبرئیل آورده گفته است که اگه کسی بینی کسی شکست، شما بدید دستش بینی رو بشکن، و اگر شما زد بینیش رو چشمش رو کور کرد دوباره سیخ بدید بینی جن. اینا ببینید چه قوانین پیشرفته حاکم است در جامعه ما. گرفتاری ما رو ببینید واقعا در قرن 21. یه آقای هم را افتاده، مرد حسابی، تو رفتی مهندسی خوندی، این آقای کدیور رو میگه واقعا خجالت آوره. این آقا رفته مهندسی خوندی در شیراز، بعد رفته قم آخون شده، این لباس از کنم که کذا و کذا رو به تنش کرده، آمده نشسته تو وایس آف امریکا میگه اینجور نبوده که بگوین نه نمیدونم نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. اینجوری بود باید باشد، هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران. یه آقای قد درسم خونده دستور زبان فارسی هم بلد نیست، آقایی که دستور زبان نداره هم غزه هم ایران جانم فدای ایران، هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران. تعارف دارن با آزادی این بعضی اصلاح طلبای مذهبی، اصلا کلمه اصلاح طلبی رو اینها خراب کردن. من نمیدونم در این آقای کدیور و تو سرش هم زدن عبا و عمامش هم و تنش بیرون کردن زندانش هم انداختن. این هم مصاحبش. درود بر شما امیر جان، این نشون داده این مرد محترم آدم خوبیه. این کدیور میتونه آدم خوبی باشه؟ گیر کرده بین زندان عمامه و دین و آزادی، گیر که گیر افتادن ایران. گفت تو خود حجاب خودی حافظ ازیان برخیسی، آخونده مانع آزادی هستن، این عبا و عمامه و این تفکر دینی مانع آزادی است. آقا دوستان زنگ زدن دعوت کردن که 11:30 روز دوشنبه ما بتوانیم اتواز بقرار کنیم و در یک مصاحبه شرکت کنیم با همین صدای آمریکا، وایس آف امریکا، اینا ببینیم چه خواهیم گفت. اما به هر صورت چون ما اینجا هیچ عرض کنم هیچ مصلحتی نداریم، لااقل اینجا که نشستم من در این دوری، ما همه چیز رو میگوییم خدمت شما. در باب آزادی و حیثیت مردم ایران هم هیچ گونه مصلحتی ما نداریم، هیچ تعارفی هم نداریم. به ما چه مربوط قضه و نمیدونم چی؟ درست مثل اینکه یه زندانی شده باشن، زن بچه اینها اسیر باشن، اموالشون خورده باشن، بیان از بین زندانیان پول جمع کنم یا خواهم بخواهم فلانجا رو آزاد کنیم. یا خواهم مگه ما آزاد هستیم که بخواهم در اندیشه آزادی کسی دیگری باشیم؟ نهایتا ما میتوانیم، چون انسانهای هستن رنج دیده در اون منطقه، اینا که البته هیچ نام خوبی فلسطینی ها بین دنیا عرب ندارن، اینها رو مجرم و اولاد شوارع میگویند، یعنی بچه سر راهی و بی پدر مادر میشناسن اینا رو، اینا رو مفتخور جنایتکار میشناسن عربا، جامعه عرب. هیچ کشور عربی نیست که واقعا اینا رو مردم اینا رو عرض کنن که بپسندن و در باب اینا چیزا خوب بگن. اینا عادت کردن پول از مردم بگیرن و اونجا جنگ کنن، آدم خوشی بکنن، آدم خورن. شنیدم میلیون ها بلکه میلیاردها دلار اون یاسر عرفات یادتون هست گذاشته تو به حساب شخصیش، خانمش داره صفا میکنه در سوئیس. حالا ما میتوانیم چون آدم هستن اصلا اظهار همدردی بکنیم. اگر ظلمی رفته، ظلم همیشه درست کنم منحوس هست و مسموت هست، نه اینکه اولویت های مردم اسیری که با 2500 سال تاریخ دولت و این همه مدنیت و این همه آدم های بزرگ، حالا درد ما درد غزه باشد و لبنان. آقا رفته نشسته اونجا، نخه هم غزه هم ایران، هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران. ما آقای خاتمی نشستیم با هم صحبت کردیم، شعار اینجوریش کرد. عجبه که شما آقای خاتمی خجالت هم نمی‌کشید، واقعا چقدر رو داری شماها. این از اول میباسی میره با خون میشود. آقا کسی که صاحب ذهن من، یه کسی به من گفت آقا تو درویش نمیشی. یکی از این پیران خانقاه با من دوستی داشت، گفت من فکر کردم هرگز از تو درویش در نمیاد.
یعنی درویش سنتی که علی جویان کنم و نمیدونم بوق و منتشا به دست بگیرم و اینا. گفتم چطور؟ گفت تو فلسفه خوندی، یکم آشنا شدی با این فلسفه، امکان نداره درویش بشی. گفتم درست گفتی. پس پیداست این مهندسیش هم تقلبیه. یعنی کسی که رفت و عقل یعنی منطق و استدلال ریاضی و فیزیک و اینا رو فهمید دیگه نمیره لباس آخوندی به تنش بکنه، اونجا عمامه به تپانه سرش نمیره، مهملات فقه و اینا رو نمیدونم بررسی بکنه.